80 سال مقدم در اوایل سال 1941 میلادی در شهر ماسکو پایتخت شوروی سابق که تاجیکستان نیز یکی از 15 جماهیر شوروی سابق بود، دهه فرهنگ و هنر خلق تاجیک با شکوه و شهامت خاصه برگزار شد. اکثرا این برنامه را نخستین معرفگر فرهنگ و هنر موسیقی و تئاتر و سینمای تاجیک در پایتخت شوروی سابق عنوان میکنند که به محابات همچنین هم بود. چند قبل کتاب جدید تلای نیک خدم نویسنده و روزنامه‌نگار به نام تاجیک زیر عنوان لاله های بدخشان منتشر شد که مجموعه مقاله ها از فعالیت هنری گروه موسیقی کودکانه زیر عنوان پامیر و داستان زندگی اکثر اعضایان جوان این گروه را در بر می‌گیرد. در صحبت اختصاصی که با تلای نیک خدم مؤلف این کتاب داشتم، نخست هدف از نشر این کتاب را پرسیدم. هدف از نوشتن کتاب لاله های بدخشان در آن بود که در بسیار موارد وقتی که صحبت در خصوص اهل صنعت تاجیک به خصوص اهل صنعت بدخشان سخن رود، همه انسامبل ترانه و رقص پامیر را نام میگیرند و در صفت سخنان نیک میگویند، ولی فراموش میکنند که پیش از انسامبل ترانه و رقص پامیر که سال 1955 تشکیل شد، ما انسامبل آوازدار اتنوگرافی بچگانه پامیر داشتیم که سال 1941 با رهبری ویتالی سرگیویچ سمیرنوف و غلام میدر غلام علیف تشکیل شده بود و در اولین دهه صنعت خلق تاجیک در شهر مسکو فعالانه اشتراک کرده، حتی یوسف ستالین رو به هیجان آورده بود و لاوتی شیرین سخن در وصف انمی انسامبل کوچک سرود مشهور خود لاله های بدخشان رو انشا کرده بود که با مصرعه زیر آغاز می‌یابد: روشنی بارد زروشان، نسل رخشان رو ببین، لاله های نورس خارق و روشان رو ببین. روشنی بارد زروشان، این شعر زیبای استاد لاهوتی را محمد نظر حاتموف به قالب موسیقی درآورد و آوازخوان‌های جوان گروه کودکانه پامیر بارها در حضور استاد لاهوتی این آهنگ را اجرا نمودند. متاسفانه نسخه اصلی این آهنگ با صدای گروه کودکانه پامیر تا زمان ما نرسیده است. از این خاطر این آهنگ را با صدای آوازخوان فقید و زنده یاد مبارک شاه میرزا شایف می‌شنوید. انسامبل آینده زمینه گذاشت که وقتی که سال 1955 انسامبل ترانه و رقص پامیر را تشکیل میکنند، اکثر اعضای انسامبل اتنوگرافی بچگانه پامیر گورمین زوخی بیکوف، خودور قربان بیکوف، حکومت شو بندی شویف، دولت بیگی میمت شویف و مسافر شو غریب شویف و دیگران شامل همین انسامبل کلان شدند. یعنی که همین انسامبل اتنوگرافی بچگانه پامیر زمینه شد که انسامبل ترانه و رقص پامیر را عبارت از 60 کس را تشکیل کنند و این انسامبل سال 1950 در دهه صنعت و ادبیات خلق تاجیک در شهر مسکو با موفقیت برآمد کرد. وقت طول کشید که شما کاملا این کتاب رو برای چاپ آماده بکنید؟ برای مواد جمع کردن کمش 5 سال صرف شد، برای اینکه اکثر شاگردان انسامبل که در قید حیات نبودند. وقتی که با بایگانی فلمان دولتی تاجیکستان مراجعه کرده خواستم که هم حجت های سال های 40 رو بردارن، من در باره انسامبل چیز رو نیافتم. خوشبختانه بسته های گزیت های جمهوریوی و مرکزی، газета Правда, Известия, Советская культура, Таджикистан Совети, Бадахшан Совети, Комсомол Таджикистан. Ман хамино сабаб шудан ки ман порча порча факт рахамро аз ҳамин газетҳо ҷамъ кардам. Ва
گرمیز آقای بیکوف، خدور خربون بیکوف، حکومت شو بندی شویف، استاد بسیر رسو، نزگموش همانصور و گلچهرا قدم شویف و اینو در قدی حیات بودن، من به استاد با اینو صحبت کردم و فکر اساسی رو اونها با من دادن، فاکتور خامو رو و با بختی مو، انا رهبری موسیقی انسامبل بالت میستر ارتست خدمت شما داده توجستون محمد نظر اوتاموف در همسایگی ما میزیستم و من با این مرد هنر بارها صحبت کرده بودم و معلومات های جالب رو با من پیشنهاد کرد و از رسم های نادری که در شهر مسکو گرفتن و با استاد غلام حیدر غلام علیف گرفتن با دستم رسید و اون چیزی که من در دست داشتم همین رو جمع کردم منم به یک شکل کتابچه ای که در حجم 170 صفحه است با خوانندگان با هواداران صنعت پیشنهاد نمودم. تعداد چند نسخه این کتاب چاپ شد و چگونه خواننده ها اگر که خواستن این کتاب رو پیدا بکنن چگونه میتونن اون کتاب رو پیدا کنن؟ از کتاب فروشی ها هست یا که نمیدونم دکانی مغازه های شهر دوشنبه هست یا که کجا میتونن که این کتاب رو پیدا کنن؟ ما در اول تعداد کتاب رو 300 نسخه چاپ کردیم و طلبات مردم رو میبینیم، اگر همین رو به درد مردم رسونیم ما اکثر این رو رایگان تقسیم میکنیم به هواداران صنعت، به موسسه‌های تعلیمی فرهنگی و دانشکده و دانشگاه‌ها که بیشتر جوانان نسل امروزه کتاب رو گیرن رایگان خوانن دونن که صنعت تاجیک چخل شخصیت ها داشت، چخل جوانکای خردکه که اکثرشون 10-12 ساله بودن لیکن با کدام درجه هنر نمایی کردن که نه به هر کس میسر میشد که در تئاتر کلون اسر مسکو برآمد کنند، ولی این طفلکان کوچک در همین صحنه بزرگ تئاتر کلون اسر هنر نمایی کردن. اگر همین تعدادی که ما چوب کردیم و به دست مشتریان رسد و اگر کم میکند میتوانیم اون رو اصلا چوب کنیم. خواستم من تشکر زیاد رو به دکتر فنهای فلسفه نظر خدا دستنبوی رسانم که در چاپ کتاب به ما بسیار کمک رسوند و من منتداری خود و اهل خیش تواری من همی اعضای همی انسامبل باید تشکر بیان میکنم و همی رو گفتنیم که روحی همی اعضای انسامبل که امروز اکثرشون در قید حیات نیستن شد.